جامعه ما با تمام مشکلات و فسادش و حاکمیتی که جز فساد پروری کاری نداره، اما مرتب زینب و حسین تولید میکنه. مرتب زینب ها و حسین ها به وجود میان. 50 سال شاخ و شیخ سعی کردند که این شجره رو بخشکانند. مگه میشود؟ در گذشت استاد دکتر محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب ضد سلطنتی. پیام تسلیت خانم مریم رجبی. دکتر محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب ضد سلطنتی، شامگاه سه‌شنبه 11 آذر ماه 99 در تهران درگذشت و صبح چهارشنبه در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. خانم مریم رجبی در گذشت دکتر ملکی را تسلیت گفت و با محکوم کردن فشارها و شکنجه های رژیم در مورد دکتر ملکی در زندان و خارج از زندان خاطر نشان کرد. دکتر ملکی به رغم فشارها و بیماری جانکاه تسلیم نشد و از افشای استبداد و ارتجاع و بنیادگرایی ضد اسلامی آخوندهای حاکم و رژیم ضد ایرانی باز نایستاد. سخنان دکتر ملکی در خاکسپاری مادر مجاهد مهری جنتپور، مادر دایی، که در آن بابی باکی به محکوم کردن حملات وحشیانه رژیم به مجاهدان اشرفی به حمایت از راه و رسم حسینی آنها پرداخت، عبور شجاعانه از اولین و مهمترین مرز سرخ رژیم ولایت فقیه و به راستی ماندگار و فراموشی ناپذیر است. مردم ایران زجر و شکنجه و رفتار ضد انسانی رژیم آخوندی با این استاد بزرگوار را فراموش نمی کنند. خانم رجبی برای این استاد بزرگوار رحمت حق و علو درجات و محشور شدن با یاران شهید و همزنجیرش را مسئلت کرد. در حالی که موشکباران مجاهدان بی‌سلاح در زندان لیبرتی به عنوان جنایت علیه بشریت با موج محکومیت داخلی و بین المللی روبرو شده است، هموطنان ما در اعتراضات خود در مقابل زندان اوین پلاکاردی حمل می‌کردند که بر روی آن نوشته شده بود کشتار انسان‌های بی‌گناه و بی‌سلاح جنایت علیه بشریت است. در این تظاهرات که در مقابل زندان اوین برگزار شد، شرکت کنندگان علیه احکام جنایتکارانه اعدام و شکنجه و اعمال فشار بر زندانیان سیاسی دست به اعتراض زدند. در این تظاهرات بستگان و حامیان زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر از جمله دکتر محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب، شرکت داشتند. تهران
محکومیت حمله موشکی به لیبرتی به عنوان جنایت علیه بشریت. تصاویری از تظاهرات در مقابل زندان اوین. شما کشتار انسان‌های بیگناه و بی‌سلاح جنایت علیه بشریت است. بله، این عرض کنم که مربوط به جنایاتی است که اخیراً شده. توجه می‌کنید یه عده از ایرانی‌ها رو حالا به هر دلیل حتی جمع بودن زیر نظر سازمان ملل و بعد با موشک زدن تعدادی رو کشتن، تعدادی رو مجروح کردن و ویران کردن. این پایگاه لیبرتی منظورتونه؟ بستش پایگاه لیبرتیه. بله. و اینو شما جنایت میدونید؟ شما واقعا جنایت علیه بشریت که آدم از دور با موشک ادی بی سلاح و گناه بزنن، پس جنایت علیه بشریت چیه؟ اگر این نیست پس چی هست؟ لیبرتی، نشست عمومی، 28 آذر 1394. خونهای شعله‌ور شهیدان در پرتو مهر تابان، راه گشا در میانه طوفان. خون مجاهدین در اشرف و لیبرتی، مرز سرخ میان مزدوران ارتجا و خانواده مجاهدین را به برجسته ترین صورت ترسیم کرده و دیگر هیچ کس نمی تواند خود را در این زمینه به نافهمی بزند. هر کس که می خواهد یک نفر از مجاهدین، یعنی نیروی جنگنده ضد رژیم، ببرد و نادم و تسلیم شود، بدون شک بالفعل در جبهه رژیم و همخط این رژیم است. در مقابل، خانواده حقیقی مجاهدین از همان سال 1350 و اولین دادگاه علنی تا امروز، کسی است که مشوق مبارزه مجاهدین با شاه و شیخ بوده است. از مادر و پدر رضایی های شهید تا مادر و پدر ناصر صادق و هزاران ناصر و صادق دیگر. صحبت‌های دو هفته پیش دکتر ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب ضد سلطنتی، بر سر مزار مادردائی، هر آدم با وجدان و با شرفی را میخکوب و مو بر اندامش راست می‌کند. این هم یکی دیگر از آثار شعله‌ور شدن خون شهیدان از لیبرتی تا قلب تهران و سراسر ایران است. ضمناً او از طرف شما قول داد که تا 2 ماه دیگر لیبرتی را زیباتر از اول می سازید. گوش کنید که خط قرمز بین خانواده مجاهدین و مزدوران ارتجاع را چقدر رسا و گویا ترسیم می کند. در وصف این بزرگ و این زنی که خانمی که انسانی که در طول زندگیش و
واقعا زینبی زیست، واقعا زینبی زیست و فرزندانی که تربیت کرد و تحویل جامعه داد، نه تنها فرزندان رضاییش این شیریش، خیلی از این بچه هایی که امروز آن طرف مرز هستند، زیر موشک هستند، زیر هزاران گرفتاری هستند و مشکلات، ولی مثل کوه ایستادند، اینا فرزندان این مادرند. چه سعادتی. خیلی ها میان به این دنیا زندگی میکنند و از این دنیا به خیال خودشون لذت میبرند و بعدم میرن، اما لذتی که این گونه مادران میبرند نوع دیگری است. مادر، من چی بگم؟ از محبت‌های تو، از حرف‌های تو اون موقع که میتونستی حرف بزنی، از شناخت تو، از استعداد تو، از مغز تو که تا آخرین لحظه ها کار میکرد و فعال بود. فقط میگم که بعد از تو خیلی ها یتیم شدند. میگویند انسان بعد از مرگ مادرش یتیم میشه. ما واقعا یتیم شدیم. تو زینب گونه زیستی، تو زینب گونه زیستی و جزء زینب های زمان بودی. حرف های من رو گوش کنند و ضبط کنند، آنهایی که مأمور این کار هستند. بله، من با صدای بلند میگویم تو زینب گونه زیستی و زینب زمان خودت بودی، مثل هزاران مثل تو، مثل مادر دشتی که دو سه روز قبل از تو رفت، اون رفت جا رو برای تو آماده بکنه. عجیبه واقعا. در هر حال من اجازه میخوام از طرف خانواده از همه تون تشکر بکنم، از اونایی که در هر حال با مشکلات آمدند و در تشییع این زینب زمان شرکت کردند و من دیشب هم در مجلس خانم دشتی گفتم نگران نباشید، جامعه ما با تمام مشکلات و فسادش
و حاکمیتی که جز فساد پروری کاری نداره، اما مرتب زینب و حسین تولید میکنه، مرتب زینب ها و حسین ها به وجود میان. 50 سال شاه و شیخ سعی کردند که این شجره رو بخشکانند. مگه میشود؟ یاد یه جمله افتادم از حضرت آیت الله عظما منتظری که در اون نامه‌ای که به آقای خمینی نوشته بود مطمئن باشید که با کشتار فکر از بین نمیره. این همه کشتید، این همه زدید، این همه بریدید، تیر زدی، تبر زدی، بر تن بی سپر زدی، دیگه وقتی دیدی این چیزهای کافی نیست، با موشک 80 موشک فکر کردی همه چی را از بین میبری. اما مطمئن باش تا یکی دو ماه دیگر لیبرتی از اولش هم زیباتر و بهتر و قشنگتر خواهد شد. تا هستند کسانی که دلشون به حال این ملت می سوزه، تا هستند کسانی که فریاد می زنند ز گهواره تا گور دانش بجوی، و دانش رو بر می دارن می گن ز گهواره تا گور آزادی به جوی. اون دانشی که در کنارش آزادی نباشه دانش نیست. در دانشگاهی که به اصطلاح خیلی استاد و دانشمند وجود داره، اما کوچکترین توجهی به وضع فلاکتبار و غم‌انگیز جامعه نداره و دزدی ها و چپاولگری ها رو میبینند و سکوت میکنند، بله در این جامعه باز هم باید گفت زگهواره تا گور آزادی بجوی. چون در اگر آزادی نباشه، در جامعه‌ای که آزادی نباشه، همین است که می‌بینید دزدی و فساد و فحشا. و امام حسین و زینب همه چیز خودشون رو فدا کردند به خاطر آزادی و فریاد زدند هیهات من الذله، ما هرگز ذلیل نمیشیم، ما همیشه سربلندیم. و میبینید در طول تاریخ حسین ها و زینب ها سربلند بودند. من بار دیگر از طرف خانواده تشکر میکنم از شما. یارم ای آزادی بیا، چقدر منتظر بمونیم، من که این روی آخر زندگیمه، گهواره تا گور آزادی بجوی، گهواره تا گور آزادی بجوی، گهواره تا گور آزادی بجوی، بر این غم زده خانه شادی بجوی،
ز گهوار تا گور آزادی به جوی، بر این غم زده خانه شادی به جوی. دمی از تکاپو رفتن نمان، به سوزان سر و پرده دشمن. نترس از فقیهان مرگ آفرین، زدیداد این کینه ها بر جبین. ز گهوار تا گور آزادی به جوی، بر این غم زده خانه شادی به جوی. ز گهوار تا گور آزادی به جوی، بر این غم زده خانه شادی به جوی. اصل حقوق بشر ماده آخرش میگه اگر همه راه های مسالمت آمیز به جایی نرسید، ملت ها حق دارن هر طور میخوان عمل کنن. تا کی سکوت، تا کی کتک خوردن، تا کی بچه من رو گرفتن، تا کی پوز دادن، تا کی